شیطان همونطور گفتیم در این دنیا اتفاقا از غیر ایمانداران استفاده میکنه تا به کلیسا و مسیحیان صدمه بزنه. ما امروز میبینیم که در دنیایی که ما زندگی میکنیم مذاهب اشتباه و غلط فراوانن و این کار شیطانه. شیطان از سیستمی به نام دنیا استفاده میکنه، از مردمی که در دنیا اصلا استفاده میکنه، یک سری فلسفه های پوچ رو میسازه و شروع میکنه تعلیم دادن تا ذهن انسان گیج بشه و نتونه حقیقت رو ببینه، نتونه خدای حقیقی و تعلیم حقیقی رو ببینه و درک کنه تا نجات پیدا کنه. امروز در دنیای ما زندگی میکنیم که این حملات شیطان خیلی سیستماتیک تر HD در سایزهای بزرگ داره در دسترس همه ما قرار میگیره. شما برگردید به 200 سال پیش، چطور میشد با اینترنت و تلویزیون و تمام این مسائلی که تکنولوژی برای ما به ارمغان آورده اینقدر گناه در دسترس باشه؟ این کاری که شیطان داره با سرعت میکنه در این دنیا و از این سیستم داره استفاده میکنه برای حمله به مسیحیان و کسانی که بیرون هستن. شیطان میدونیم که کتاب مقدس دروغگوه، دروغ میگه، وعده‌ای که میده دروغه، فریب میده، اسیر میکنه و در نهایت کار شیطان اینه که بکشه. در اول پتروس 5:8 آیه معروفی وجود داره. پتروس در اول پتروس 5:8 میگه که دشمن شما شیطان مثل شیری قران داره میچرخه تا یکی رو پیدا کنه تا او رو ببلعه. دشمن ما نشسته بیکار، دشمن ما اتفاقا مثل یک شیری گرسنه است که منتظره که یک ترکی پیدا کنه، یک شکافی در ما پیدا کنه تا با تمام قوا حمله کنه و ببلعه. و خیلی از ما که امروز اینجا نشستیم نگاه کنیم، تحمل کنیم تو زندگی، می‌بینیم خیلی از قسمت ها که ما دور از خدا در گناه بودیم و اجازه دادیم که این دشمن حمله کنه، حمله کرده و چه قسمت‌هایی رو در ما خراب کرده و تخریب کرده.